هر کسه میره بالار، سلام به همه، امیدوارم حالا همیتون خوب باشه، خوش اومدید به جلسه آموزش زمایر اشاره در زبان ترکی استانبولی، یک بحث گرامری هست، مربوط به سطح آیک میشه، سطح مبتدی و این جلسه میخوایم این گرامه رو با همدیگه بررسی کنیم پس شما هم اگر دوست دارید این مبحث گراملی رو در زبان ترک استانبولی یاد بگیرید تا آخر ویدیو با من همراه باشید خب بریم روی بورد در واقع توضیح بدم خدمتتون این جلسه ما میخوایم زمایر اشاره رو با هم یاد بگیریم فقط در نظر داشته باشین که ما در زبان ترکی استانبولی سه تا زمیر اشاره داریم یکیش بو هست یکیش شو هست یکیش او هستش اما چه فرقی اینا با هم دارن بو اشاره به نزدیک میکنه یعنی چیزایی که نزدیک هستن رو اشاره میکنه که معادل این هستش در زبان فارسی شو اشاره به آن میکنه یعنی از این دوره و او هم از جفت اینا دورتره در واقع او یعنی دور دورترها از شو دور هستش حالا حالت جمع در واقع بو میشه بونلار حالت جمع شو میشه شونلار و حالت جمع او میشه اونلار پس بولار میشه اینها شونلار میشه آنها اونلار میشه آنهای دور اما من یه نکته داخل پارانتز بگم خدمتتون شما همون هر موقع بخواید به نزدیک اشاره بکنید از بو استفاده کنید هر موقع میخواید به دور اشاره کنید از او استفاده کنید شروع نمیگیم استفاده نمیکنن استفاده میکنن ولی در یک حالت دیگه چه حالتی حالت مبهم و مجهول مثلا اگر فیلم ها رو ببینید میگن مثلا شو چانتای ور بانا. شو چانتای ور بانا اون کیفو بده به من یا مثلا میگن شو آدم کیم شو آدم کیم یعنی اون مرده کیه یعنی مب در واقع مبهمه دیگه در واقع نامشخص اون آدم میگه شو آدم کیم شو چانتایی ور نمیدونه این کیف چه نو کیفی ولی میبینه یه کیفه یه چیز کلی شبیه کیفه شو چانتایی ور شونه برای اکثرا تو حالتهای پرسشی هم استفاده میشه شونه دیگه جوابشو نمیگه شو مثلا چه بدونم شو پنجره میگه که او پنجره یا بو پنجره و پس اکثرا تو حالت سوالی اینو استفاده میکنیم اکثرا تو حالت مبهم استفاده میکنیم زمانی که یه چیزی کامل مشخص نباشه ازش استفاده میکنیم و تو حالت جمله اگر یه چیزی نزدیک باشه شما بو بگو اگر یه چیزی دور باشه شما از او استفاده بکنید که در حالت جمعشون هم اینها گفتن میشه بونلار که اینجا هم ملاحظه میکنید نوشته شده حالت جمع او هم میشه اونلار که دوباره استفاده شده که در واقع شونلار شون هم اینجا که ملاحظه میکنید در واقع حالت جمع شو هستش و همچنین خب اینا رو هم یاد بگیرین دیگه نه به معنای چه چیزی بود کیم هم به معنای چه کسی حالا میتونید بگید که شو کیم شونه یا بو کیم بونه خب اگه نزدیک باشه بغل دستتون وایستاده باشه یه نفر شما میگیم بو کیم یا اگه خیلی دور باشه او کیم میتونید استفاده کنید ولی میگم شو بیشتر حالت مپم داره خب چند تا مثال با هم کار بکنیم بو آرابا خب آرابا یعنی ماشین بو آرابا یعنی این ماشینه بو بنیم آرابام شما میتونید بعد بو بینیم آرابام که معنی ماشین من میده هم استفاده کنید این ماشین منه یا میتونید در واقع بنیم رو استفاده نکنید بو اینو تو حالت توی ویدیو مالکیت خدمتتون توضیح خواهم داد کامل مثال بعدی شو آدم کیم اون آدم اون مرد کیه یادتون باشه آدم در زبان ترکی معنی مرد میده اون مرد کیه آه... یا میگه که شو کافه بند گزل بیدیر ببینید اینجا که میگه شو کافه گزر بریر یعنی اون کافه جای قشنگیه خب تو فارسی اینو ما اینطوری ترجمه میکنیم ولی وقتی که میگه شو کافه طرف میبینه اونجا کافه هست ولی هیچ فکر و ایده و نمیدونم تصور ذهنی از داخلش نداره یعنی مبهمه واسش و میگه که بنجه به نظر من یه جای خوبیه حالا از ظاهرش میگه ولی اگر قبلا رفته بود داخلش رو دیده بود پسندیده بود دیگه نمیگفت شو کافه میگه او کافه منظورم اینه حالا بالا که گفتم شو برای حالت مچول, استف... مبهم مپم استفاده میشه منظورم این بود شو کافه بنج گزل بیلیان او چوک پا حالی بی, بی رستوران ببینید او چوک پهل بی رستوران چرا اینو گفت او چون رفته یه بار غذا خریده دیده که گرونه و این تصور رو داره حدس و گمان نیست و مبهم نیست و میگه که پاحال بی رستوران او هاستانه چوکسکه اون بیمارستان خیلی قدیمیه خب اما حالتهای جمعش رو من خدمتتون بگم Uh, bunlar kitap. Bunlar kitap. Kop yani ina kitap hastan. Şunlar ne? Şunlar ne? Una çiyen. Onlar ev. Una hune hastan. Bir uh, yeni sual ince matrahe. Kop. Ama begim onlar çocuk ya onlar çocuklar. Kudumeş doruste. Bu bir cüftesh جفتش درسته ولی اکثرا اونلار چجوک استفاده میشه اونلار چجوک یا میگن اونلار چجوک یا اونلارشو حذف میکنن و چوجوک لار خالی استفاده میکنن چوجوکلار بچه یعنی بچه هستند چوجوکلار خود چوجوکلار معنی بچه ها هم میده بستگی به متنش داره که چطوری و کجا استفاده کنیم اونلار چجوک یعنی آنها بچه هستن ارز کردم خود چجوکلار هم معنی بچه ها معنی میده هم بچه هستن معنی میده اونلار چجوکلار هم درسته ولی میگم به جای این رایج اونلار چجوک هستش اما قبل اینکه حالا بریم مثال بعدی ما اینجا رو هم بخونیم ببینید این ستون در واقع این دوتایی که ما خوندیم مربوط میشه به اشاره به اشخاص و وسایل و وسیله ها اما شما اگر بخواهید به مکان ها اشاره بکنید باید از این ستا در واقع زمین استفاده کنید بوراسه یعنی اینجا یعنی اینجا به مکان اشاره میکنه شورسه باز دوره و اوراس هم خیلی دوره یا از شوراس دورتره اما مثال هاشو با هم ببینیم بورسه او بنیم اوین خب میدونیم اینجا خونه منه بنیم اوین خونه منه حالا اگر مالکیت ها رو نمیدونید ویدیویی راجع به مالکیت ها که بحث خیلی مهمی هستن رو خواهیم داشت نگران نباشید شورسه نرسه شورسه اونجا نرسی کجاست یه نکته بگم خدمتتون راجع به این نرسی معمولا با بوراسه بالا که خوندیم شورسه و اوراسه کلمه پرسشی نرسی استفاده میشه یعنی مثلا از کسی بخوایم بگین اونجا کجاست میگید اورسه نرسه بخوایم بگید اینجا کجاست میگید بورسه نرسه یا بگین حالا مبهم باشه واسطون شورسه نرسه اونجا کجاست پس این حواستون بهش باشه و در واقع حالا یه نکته هم باز من بگم که اینا رو خوب حالا میتونید یادداشت کنید وقتی که ما میگیم بورسه نرسه اورسه نرسه شورسه نرسه یعنی به من ماهیت مکانو بگو مثلا میگم شما حالا خیلی واسه من اتفاق مفته ما یه ویدیو کال گرفتیم داریم با شما حرف میزنیم بعد من از شما میگم اورسی نریسه اونجا کجاست شما آدرس به من نمیدین و نباید بدین نباید بگین اینجا مثلا اینجا تهرانه اینجا استانبول اینجا تبریز اینجا حالا هر کجاست نه این آدرسه این سوالیش یه چیز دیگه میشه من وقتی که میگم اورس نرسه شما باید اون ماهیت مکان رو بگید خونه است بگید بورسه اف اداره است بگید بورسه شرکت بورس فابریکا بورس سوکاک اینجا کوچه است بورس عربا اینجا ماشینه پس اون ماهیت مکان مد نظره وقتی کلمه پرسشیمون بورس شورسه و اورسه باشه دقیقا مثل اونجا مثلا باز حالا ویدیو کال یا حالا ویدیو کال نباشه وویس باشه صوتی حرف بزنیم میگم اونجا کجاست شما میگین بورسه هستانی اورسه هستانه حالا اگه دور باشه پس اینم از این مبحث مهم در زبان ترکی استانبولی خب تا اینجا کافیه ویدیومون هم زمانش مناسبه بحث زمایر اشاره رو در زبان ترک استانبولی جمع کردیم کندینیز ای بکن مراقب خودتون باشید ویدیو رو لایک کنید فراموش نکنید و تا ویدیو بعدی حوشه کلن گاش میگذارید